سلام و درود. درود خدمت تمامی دوستان عزیز، امیدوار هستم که حال همگیتان خوب باشه و دلتان به زندگی و عشق گرم باشه. محمد علی حسنی هستم و شما رو بعد از یک وقفه طولانی به کانال یوتیوب احمد علی حسنی خوش آمدید میگم. قبلا حدود چند ماه قبل از طریقی دریچه ما به نام کانال یوتیوب چنبر میدیا با هم بودیم، اما تصمیم بر این شد که نام کانال به احمد علی حسنی تغییر بکنه تا اینکه یک مجرای مشخص برای شناخت دو طرفه باشه. بعد از یک وقفه طولانی به عنوان افتتاحیه برنامه ما و سلام و درود دوباره خدمت شما عزیزان، با یک موضوع خبری اومدیم. در مورد این موضوع خبری که چه اتفاق افتاده با هم حرف میزنیم، صحبت میکنیم که امیدوار هستم به نکته های روشن و خاطرات شیرین و جالب با هم برسیم. موضوع از این قرار است که صبح امروز نیروهای امر به معروف طالبا زیارت سخی در کابل را بسته کردند. همگی ما و شما میفهمیم که زیارت سخی یک از مکانهای با اهمیت و پرتجمع در غرب کابل بودند. مردم چی از شیعه و چی از سنی، جوانها، همگی می آمدند به زیارت سخی. هر کی دنبال مرامی بودند و می آمدند به زیارت سخی، بعد از گذراندن مدتی از اونجا رخصت می شدند و البته با خاطرات خوب و با احساس آرامش از زیارت سخی رخصت می شدند و می رفتند. نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان تصمیم گرفتند که این مرکز را امروز بسته بکنند. خب دلیل بسته کردنش هم گفته که در زیارت سخی اعمال شرکالود وجود داشت، یعنی کسایی که می آمد در اونجا زیارت می کردن کارهایی را انجام می دادن که نظر به اصول طالبانی، اصول سخت گیرانه و ظالمانه طالبانی، اعمال شرکالود و خلاف شریعت اسلام بودن. دوستای عزیز، امیدوارستم تا آخر ما را دنبال بکنین و اگر از ویدیوی ما خوشتان آمد کانال ما را سابسکرایب بکنین و به دوستانتان هم دیدن برنامه های ما را پیشنهاد بکنین. میخواییم که در این رابطه با هم حرف بزنیم که زیارت سخی از دو منظر خیلی با اهمیت بود. یکی برای کسایی که خود دیندار میگرفتن، از اوامر و ارزش‌های دینی اطاعت میکردن و زیارت سخی میرفتن، و همچنان برای کسایی که جدا در پهلوی این مسئله برای گذراندن وقتشان به زیارت سخی میرفتن. کسایی که البته یادآوری کنیم که در سالهای اخیر زیارت سخی یک مکان مناسبی برای رفتن و دیدن جور شده بود، یعنی کسایی که میخواستن زیارت برن هم یک مکان خوبی بود، از فضا و از وضعیت که در اونجا حاکم بود میتونست راحت باشن، و کسایی که به هدف زیارت کردن خود زیارت هم نمیرفتن برشان خوش تیر میشتن، یعنی با یک خاطره خاص از زیارت سخی برمیگشتن. مشخصا اگر بگویم که زیارت سخی یک مکان فرهنگی و مذهبی و ارزشی بود و هم یک مکان تفریحی، از بعد مکان فرهنگی و تفریحی اگر در نظر بگیم، یک مکان بود که آدم ها میتونست در زیارت سخی بره به یک نحو خود تخلیه بکنن از فشارهای زندگی، از سختی هایی که روزگار سری پیر و جوان می آوردن، یک مکان خوبی برای تخلیه بودن. چی آنانی که باورمند به ارزش های دینی و زیارت کردن از زیارتگاه موسوم به امام علی، امام اول شیعیان بودن، و چی کسانی که بالاخره از این مسائل گذشته بودن و یا هم به یک نحوی بهشان ارزش قائل نمی شدن، این مکان بسیار اهمیت داشت. اما پس از سالهای طولانی ممکنه که خدامت زیارت سخی به سالهای زیاد بر بگرده، که فعلا موضوع بحث ما، موضوع گپ ما نیست که در رابطه گپ نمیزنیم که زیارت سخی از چی زمانی و به چی هدفی در اون منطقه ایجاد شد حرف نمیزنیم، اما در زمانهایی که ما خود شناختیم زیارت سخی رو پیدا کردیم، دوستان و عزیزانی که مثل ما بودن و به زیارت سخی به هر نحو و به هر هدفی که میرفتن، زیارت سخی یک مکان بسیار با اهمیت بود. خب کسی که باورمند به ارزش‌های دینی و مذهبی بودن هم می‌رفتند به زیارت سخی، زیارت می‌کردند و
قرآن میخواندن و نماز میخواندن به یک نحوی خود خالی میکردن و کسی که باورمند گفتم به این مسائل نبودن، از این مسائل به یک نحوی عبور کردن و یا هم به اینا اهمیت نمیدادن، میرفتن تو اونجا خودم راحت میکردن. حالا چی با دوستا و رفیقایشون میرفتن و یا هم تنهایی میرفتن، آب و هوای مناسبی زیارت سخی داشتن. حالا بیشتر روی مسئله مذهبیش و یا تعبیری که در مورد استفاده زیارت سخی کماکان زبان به زبان میشد حرف نمیزنیم که گپای ما زیاد در تضاد با ارزش‌های مردم جامعه قرار نگیره، اما در کل یک مکان خوب بوده، هم از لحاظ دینی و ارزشی و هم از لحاظ‌های دیگه‌ای که یعنی نیاز آدم‌های که از لحاظ روانی از لحاظ ذهنی خسته بودن تخلیه میشدن در اونجا. گفتم که چی تنها میرفتن و چی هم با دوست رفیقشان و چی هم با کسایی که به یک نحوی در اونجا قرار میگذاشتن. دوستای عزیز، میخوایم کمی سخنان خود از رسمی بودن خارج بکنیم، که دوستان زیادی بودن که در کارت سخی میرفتن و با دوستایشان قرار میگذاشتن، اینجا با هم حرف میزدن، حرفای جدی، حرفای زیبا و حرفای انسانی میزدن، با همدیگر میخندیدن، با همدیگر از خاطرات میگفتن، با همدیگر از آینده ها میگفتن. در کل از این بود زیارت کارت سخی یک مکان بسیار زیبا، یک مکان بسیار خواستنی بود، چه برای جوانهایی که در خود شهر کابل بودن و چه هم برای دوستانی که از اطراف و از جاهای دیگر افغانستان میامدن در کابل، مخصوصا محصلین عزیز. مطمئن هستم وقتی که که این بخش میخواییم گپ بزنیم که خیلی ها از این مسئله، از این موضوع، از زیارت سخی خاطره های شیرین دارن، اما گاه گاه هم بودن برای دوستا کسایی بودن که مزاحمت ایجاد میکردند و مثلا ناظم زیارت سخی خبر میشن دو نفری که اگر به صورت جوره یک جای میبودند و به یک نحوی مشکوک به نظر میرسند متاسفانه مزاحمشان میشد و این روال تا خیلی وقتا را ادامه داشتند و کماکان زمانی که طالبان آمدن افغانستان را گرفتن هم چون این وضعیتی بر زیارت سخی حاکم بود. اما تمام سختی ها و محدودیت هایی که در زیارت سخی وجود داشت، تمام سختگیری هایی که اونجا اعمال می شود، باز هم دلیل نمیشه که گروهی که خودشان از دین، از ارزش‌های دینی به محو استفاده ابزاری دارد، جز نامشون چیز دیگری نمی‌فهمم، بیاد این گروه چون این مکانی را بسته بکنند و بعد هم بگویند که در اونجا اهمال شرک‌آلود انجام می‌شد. یکی بیای از این گروه، از کسایی که تصمیم گرفتند زیارت سخی بسته شوند، از نو پرسان بکنند که اهمال شرک‌آلود یعنی چی؟ خودتان نظر به گفته‌هایتان از صبح تا غروب چی اندازه با اعمال شرک‌آلود آغشته و آلوده هستین؟ وضعیت اخلاقی و روحی و روانی که بین شما حاکم است، آیا اونها شرک‌آلود نیست؟ خب یک از دلیل‌های شرک‌آلود بودن، اعمال شرک‌آلود در زیارت سخی بوسیدن عنوان کردن. بوسیدن جدا از مسائل فیزیکی یک مسئله انسانی هست. حالا یکی میاد دوست خود میبوسه، یار خود میبوسه، یکی میاد تلقینشی هست که زیارت سخی جای برای پیدا کردن یک ارزش معنوی هست، دلشان خالی میکنن، بیرق را میبوسن. اما هیچ گاهی این آدم ها چی اونهایی که وابسته به ارزش‌های مذهبی میرفتن در اونجا و چی اونهایی که به عنوان تفریح میرفتن، بالاخره کاری نمیکردن که از اونها عملی خلاف انسانیت سر بزنن. اما یک گروهی که سراسر هویتشون با اعمال غیر انسانی گره خورده، میان چنین مکانی با ارزش را بستن. بله، من میگم زیارت سخی یک مکانی با ارزش بود
چه برای انسان‌های دیندار و ارزشمدار، چه برای انسان‌هایی که به انسانیت خوبی و دوستی باورمند بودند. و یک گروه وحشی، یک گروهی که تمام عمرشون در کوه‌ها و وحشیگری و دریدن و خون ریختاندن بودن، آمدن این مکان رو بسته کردن که اصلا قابل تحمل نیست. دوستان عزیز، یک مسئله دیگر هم روشن بکنم که این موضوع هیچ ربطی به شیعه ها نداره. زیارت سخی یک مکانی بود که هم شیعه در اونجا می آمد و هم سنی، هم پیر، هم جوان، هم زن، هم مرد، برای همگی یک مکانی با ارزش بود. وقتی این مسئله رو میگم، طالبا میآیند با تمام ارزش های تمامی مردم در مخالفت میپردازه و نامشون هم میگذاره که یک کار نمیفهم به این مکان اعمال شرک‌آلود بود. شرک‌آلود یعنی چی برادر؟ به چی شریک قرار میدادن این مردم؟ اگر از نگاه انسانی بگویم، خب آدم ها، بله آدم، هیچ آدمی بدون شریک نمیتونه باشه. شریک کاری، شریک احساسی، شریک زندگی، حالا هر شریک شما نامش میگذاره، بدون شریک نمیشه. اما وقتی یک انسان با یک کسی میره دنبال یک کار، مثلا شریک میشن، به این معنی نیست که خدا را که برای خدا شریک قرار میده. آقا تو خدا را چی فکر کردی که هر چیزی میه برای خدا شریک شود؟ خب زیادتر این روی مثلا نمیپیچیم که بحث ما زیادتر روی مسائل شرک و خداوند و این مسائل و نمفهم امام علی و نمفهم مذهب حنفی و ارزش هایی که طالبا به او باورمند هستن، که متاسفانه باورمند نیست، بلکه به ایمان یک ابزار، یک آلای فشار بالای مردم اعمال میکنن و فقط نامشان دین میگذارن، هر بدبختی که خواست سر مردم میارن و هیچ قید انسانی و هیچ ارزش انسانی در اونجا توجه نمیشه و میان نامیشه ارزش دینی میگذارن. خب بازم روی مسائل زیاد نمیپیچیم. به هر حال بسته کردن زیارت سخی، و فکر میکنیم که بعد از بسته کردن زیارت سخی ممکنه جاهای دیگر هم نوبتشان برسه که طالبا با نامهای یا با بهانه های مختلف آزادی های مردم سلب بکنه و نامشان این و آن بگذاره. خب خدایا، خدا رنگ این گروه رو گم بکنه تا اینکه مردم ما و شما یک نفس راحت بکشه. خب وقت تان زیاد نمیگیرم، بحث همینجا به پایان میرسانم. شما هم اگر نظری دارین زیر این ویدیو برای ما کامنت بکنین. امیدوار هستم با هم دیگه بتونیم بحث خوبی تشکیل بدیم. امیدوار هستم که بازم همچنان با هم باشیم، جوان ها با هم باشیم، روی مسائل بیشتر صحبت بکنیم، تا اینکه مطمئنن در بین جوان های در بین طالب ها هم جوان های هستن که روی مسائل فکر میکنن، اندیشه میکنن و مثل گوسفندی کور نیستن. یعنی 100% اعضای گروه طالبا گوسفندای کور نیستن که سرشان پایین کنن و هرچی چوبان از پشت سرشان گفتن برن. وقتان خوش. اما سابسکرایب و اشتراک گذاری و کومنت و لایک برنامه یادتون نرد. تا برنامه دیگه و یک گپ دیگه، متوجه خودتون باشید.